مذاکرات طالبا با امریکایی ها در دوحه جنگ طالب و امریکا را خاتمه بده، ولی هیچ امکان نداره که مذاکرات طالبا در دوحه جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بده. این یک لایه دیگه جنگ است که نیاز به یک نوع مذاکره دیگه داره. سه، از دید تاریخی طالبا مسئول قتل های دستجمی در شمالی، در یکاولنگ، در مزار شریف و در کابل هستند. زمانی که در این کشور یک تا عسکر خارجی هم وجود نداشت. طالب ها در افغانستان و در تاریخ افغانستان یک اصطلاح را معرفی کردند: سیاست زمین سوخته. و اینا بر بار اول در تاریخ افغانستان پس از چنگیز یک ولایت است صرفاً به خاطر که در اونجا طالب کسی نمیپذیرفت، نه تنها با انسانش دشمنی کردن، با تاکستانش هم دشمنی کردن. پس ما یک معضله بنیادی در داخل افغانستان با طالب داریم. چار، طالبا قاتل بزرگای افغانستان هستند. دکتر نجیب، احمد شاه مسعود، پروفیسور ربانی، عبدالحق، عبدالقدیر، عبدالعلی مزاری، کاظمی و سایری. اینها بزرگانی خاک بودند. حالا ما چقدر دوستشان داریم نداریم، هر کدام از این پیرو دارند. ما یک معضله تاریخی داریم با طالبا که هر یک از این قتلها را باید پاسخ بدن. به دلیل چی؟ به اشاره چی؟ به هدف چی؟ اگر بحث طالبایی بود که طرف ما بودن، ما می جنگیدیم. احمد شاه مسعود با یک تا بادیگارد رفت به میدان شهر سفر کرد و گفت که بیاین این مسئله را ما شما از طریق صلح به پایان برسانیم. استاد ربانی یک ریش سفید خیرخواه مسلمان که هیچ هدف دیگه بجز از یک میانجیگری نداشت، بهایی را که به خاطر صلح پرداختی بود که با بمب انتحار سرش از تنش جدا کردن. اینها سوالات بسیار بنیادی است که در مسئله سال پاسخ میخواهیم. پنج، پس از 2001، تکرار میکنم، پس از 2001 زیادترین بزرگای قوم معزز پشتون با دست طالبا کشته شد. صدها مشر قوم در قندهار، صدها بزرگ قومی در لوی پکتیا، دهها بزرگ قومی در مشرقی، صرفاً به خاطر که با ایده طالبا و امارت طالبا مخالف بودن سر بریده شدن. شما کتاب را که دولت افغانستان نشر کرده که 3000 بزرگ قومی در قندهار توسط طالبا کشته شدن، شهید شدن. و ای چی را میرسانه؟ قبل از 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر پاکستانیا مشرف و جنرال مشرف و آیسا یک روایت داشتند که گویا طالب نمایندگی از پشتون در افغانستان میکنه. امروز شما میبینین که مقاومت بومی و مردمی در برابر طالب بیشترینش در مناطق پشتون است و پشتونهای ما بزرگترین قربانی را در 18 سال اخیر دادن و بیشترینشان توسط طالب کشته شده. پس این روایت که طالب نمایندگی از یک قوم میکنه یک روایت استخباراتی است، یک روایت سیاسی نیست. ششم، از دید فرهنگی طالبا با تمام اقوام افغانستان در جنگ هستند. رهبرای طالبا نه به عرفان اعتقاد دارن، نه به ادبیات اعتقاد دارن، نه به میراث فرهنگی افغانستان اعتقاد دارن. شما در 20 چند ساله که طالب باعث یک گروه جنگی در صحنه است، یک تا کتاب شعر، یک تا کتاب ادبیات، یک حرمتگذاری به یک گوشه تاریخی وطن توسط یزی گروه پیدا نمیکنه. بوت بامیان زدم، دالکو یک داشته عظیم و بزرگ ملت ما بود. درست است که ما مسلمان هستیم
ولی قبل از اینکه مسلمان باشیم خو بایسی یک جامعه انسانی ما هزاران سال تاریخ داره و اینا آمدن با این هزاران سال تاریخ با باروت دیگه برخورد کردن و از بین بردن و به امو قسم آثار دیگه مار و در فرهنگ ستیزی طالب هیچ شک نیست که دشمنی طالب با فرهنگ فارسی و با فرهنگ پشتو یکسان است. اینا به جرگه، مشر قوم، عدالت قومی، مراجعه به سنت‌های دیرینه که ما در محلات خود داشتیم و داریم به خاطر حل منازعات اعتقاد ندارد. ما وقتی که مسجد می رفتیم پس از خواندن پنج سوره و سورای نماز و قرآن شریف اولین چیزی که برای ما درس داده می شد عرفان بود. کریما ببخشای بر حال ما گست مسیر کمند هوا، ای خو شعری بود که در زبان تک تک افغانا پس از قرآن جاری بود. عرفان طالبا سرکوب کردن، خانقا را به رسمیت نمشناسن، اینا افکارشان برگرفته شده از ابن تیمه و دایشی است و با خانقا از بنیاد دشمنی دارند. هفت، ما تا حال از زبان بزرگان طالبا، ما البته کلش نمیدیم، هستن چهره های در بین طالبا که من خودم فرصت از این داشتم که با اونا مذاکره کنم، یک سره ما رد نمیکنیم. ما 5-6 روز در سوئیس با وزیر خارجه طالبا مولوی متوکل بحثای داشتیم. ما در تاشکند همراه از اینا مذاکره داشتیم. 2-3 بار ما جز حیات بودیم در اشقابات، ما با اینا مذاکره داشتیم. ما همه شرط نمیکنم. ولی ما تا امروز به عیسی اگه افغان از امی سرزمین فراموش کنن که در کجای سیاست قرار دارم، ما از زبان طالب سخنرانی نشنیده. ما راجع به ادبیاتی کشور، تاریخی کشور، اقوامی کشور، چیز به نام منفست خواستگاه سیاسی طالبا چیز ندیده. و اشت ده حاکمیت 4 ساله طالبا در کابل، ده حاکمیت 4 ساله طالبا در کابل، حالا اگر ما بگویم که اینا در زندانایشان چی نوع انسان ها پر بود و چی گونه شکنجه می کردن و در تاریخ افغانستان اینا یک وسیله شکنجه را به نام کیبل معرفی کردن، شلاق می زدن، اینا را یک طرف می مانه. در دوره طالبا در کابل تمام وزیر اکبر خان فروشی بود، تمام شارنو فروشی بود، خانه خانه کارت 3 و کارت 4 فروشی بود. هر کسی که توانایی فروش جایداد خود داشت و به عزت خود فکر میکرد نمیخواست که زیر حاکمیت طالب زندگی کنه. ما در حاکمیت 4 ساله طالب چیزی به نام طبقه متوسط و مدل کلاس نداشتیم. وقتی که ما داخل کابل شدم پس از شکست طالبا، غیر از تعمیرهای دولتی و ارگ هر تعمیر دیگه در کابل فروشی بود. چرا؟ به خاطر که فکر میشد که در زیر امارت طالبا انسان به حیث انسان عزتش محفوظ نیست، زن به حیث انسان اصلا اجازه بیرون شدن از خانه خود نمیداد، نه خانهش نمیداد. پس یک نقطه به این خاطر برای شما مهم است که یادآوری کنیم که طالبا از 4 سال حاکمیت خود به حیث یک عصر طلایی یاد میکنن. پس بیاین ما با افغانایی که سنشان از 20 سال بالاست یک مصاحبه بکنیم که طالبی که در کابل حاکمیت داشت آیا کابل چهره یک شهر داشت یا یک چهره گورستان داشت؟ شما در تمام کابل یک تا خانه را پیدا کنین که در 4 سال حاکمیت طالبا خانه خود را رنگ کرده باشن. اقتصاد وجود نداشت و طالب به طرف اقتصاد به حیث یک علم نمیدید. اینا باجگیری را اسمش مانده بودن سیستم مالیات. به او خاطر هشتم، این بود موضوع هشتم، یعنی در حاکمیت طالبا تعداد افغانهایی که کشور خود ترک گفته بودن زیادتر از تعداد افغانهایی بود که در دوره شوروی مهاجر شده بود. در دوره طالبان نفوس کابل تقلیل یافته بود به 6 لک نفر.
امروز از نفوس کابل چیز دوربر 7 میلیون نفر. ما در دوره طالبا حداقل 4 میلیون افغان، حداقل 4 میلیون افغان مهاجر به خاطر شلاق زدن و کیبل زدن طالب داشتیم زیر نام شریعت. و چه بسا که آدمایی که یک سال مکتب نرفته بودند، صرفاً در سیستم اندیوالی طالب جای گرفته بودن، نتورک آف بدیز، اینا مردم در کوچه استاد میکردن و میگفتن که ریشی تو پایان کم از کوتاز باید شلاق بخوری. ما یکی از خاطرات که دارم ایست که وقتی که داخل کابل شدم، یک ریش سفید 71 ساله در بغل گرفت مرا، خیشای ما بود، گریان کرد. گفتم چرا کاکا؟ ابراهیم نامش بود. گفت سه بار طالب مرا در مسجد پل خشتی گفت کالای تا بکش که ما زیر قول تا ببینیم که آیا تو سنت های تا گرفتی یا نگرفتی. من انسان هستم، عزت دارم. من امروز با آمدن شما فکر میکنم که کرامت انسانی محترام میشه. نو طالبات تمام اسناد را که ما چرا که در امریکا معامله داریم در اختیار داره. کاپی بی سی در اختیارشان است، کاپی اس پی ای در اختیارشان است. تمام دلایل روابط استخباراتی ما را طالبا با امریکایی ها می فهمند. تمام دلایل اقتصادی ما را طالبا با امریکایی ها که روابط اقتصادی داره می فهمند. ما از طالبا خواهش نیست بیاین مثل ما شجاعت به خرج بتین بگن چرا که پاکستان رابطه داره. به اساس چی؟ اگر ما که امریکا کار میکنم، خب نتیجهش سرک قیر است، پوانتون است، خطوط هوایی است، سیستم دولتی است، ساخته شدن ادارات دولتی است، اردو است، پلیس است، استخبارات است، دفاع از فرهنگ افغانستان است. تو چرا کدایسای کار میکنی؟ چرا تو توافق نامه تا نشان نمیتی که اساس رابطه تو با پاکستانی ها چی است؟ چرا پاکستان پشت سر تو استاد است؟ چرا پشت سر ما امریکا استاد است؟ ای اسناد نامش است توافق نامه دو جانبه امنیتی، کاپیش در اختیارت است. چرا پشت سر تو پاکستان استاد است؟ شهامت به خرج بتن، منایس اتبای از این کشور بیاین مثل ما استاد شوند بگوین که از ما پاکستان چرا حمایت میکنه. دهم، مذاکرات طالبا با امریکا اگر به نتیجه هم برسد، یک اخلال در توازن قواست، یک اخلال در توازن قواست. It will spoil the balance of military power. هیچ امکان نداره که توافق امریکا و طالب اخلال در توازن سیاست به وجود بیاره. از نگاه سیاسی طالبا منفست نداره. با امریکا، به امریکا، ما داستان سیاسی ما داستان انسان پسند است، جامعه پسند است. ما کرامت فرد ریش داشته باشه یا نداشته باشه احترام می‌کنیم. زن باشه یا مرد باشه احترام میکنه. این نراتیف انسانی به امریکا یا با امریکا در قلب این ملت جا افتاده و دوام پیدا میکنه. 11. هیچ خارجی از منافع ما در مذاکره با طالب نمایندگی کرده نمیتونه و هیچ خارجی توافق خدا بالای ما تحمیل کرده نمیتونه. ما منافع ما واضح هست، آشکار است. در یک گوشه منافع ما با منافع خارجی ها همسان میشه، در یک گوشه دیگه متفاوت است. از تفاوت‌های خود ما خود ما نمایندگی میکنیم. اگر انتباهی است که طالب با احمد و محمود در فلان گوشه بشینه پسان بیا ایر بالای کابل تحمیل کنه، ای یک محاسبه اشتباس. نه تنها که بالای ما تحمیل کرده نمیتونن، ما را به طرف یک وضعیت غیر قابل پیش بینی دیگه سب خواد دادن که او به نفع هیچ کس نیست. 12. بعضی ها فکر میکنن که در نبود خارجی ها ما از ارزش ها دفاع کرده نمیتونیم. این غلط است. خارجی باشه یا نباشه ما از زن افغان دفاع میکنیم. خارجی باشه یا نباشه ما از تاریخ افغانستان دفاع میکنیم. خارجی باشه یا نباشه ما ارزش های ملی خود دفاع میکنیم. خارجی باشه یا نباشه ما اجازه نمیتیم که قانون ترافیکی پاکستان در کابل تطبیق شه. خارجی باشه یا نباشه ما از پشتو و فارسی که لسان ماست دفاع میکنیم. خارجی باشه یا نباشه ما از عرفان خود دفاع میکنیم.
این انتباه که گویا ما بدون خارجی دفاع کردن نمیتونیم، این انتباه اینجیویست. این انتباه در بین چهار تایی است که از بیرون آمد، نه در بین کسایی که ریشه دارند ایجا، نه در بین کسایی که در رب دره از این وطن نمایندگی کده میتونند. نقطه آخر، نقطه آخری است که ترکیب هیئت مذاکره مهم نیست. تکرار میکنم، نه ترکیبش مهم است نه تعدادش. اینکلوسیویتی مهم نیست. ما برخلاف کسایی که میگن که مذاکره باید، اگر ما که طالب در یک نقطه موافق است و مموییست که هیئت مذاکره نباید هیئت خواستداری باشه نه توی باشه. هیئت مذاکره از هر قومی که می باشه، از هر کسی که می باشه فرق نمیکنه. نتیجه باید از طریق لوی جرگه افغانستان یا رد شد و یا قبول شد. تحت هیچ شرایط 15 نفر خودخوانده نمیتونه که بره در اوزلو و جرمنی و دوحه به نمایندگی از یک ملت 35 میلیونی یک چیز دعا کنه که بیاین بخیر ما نظام نوش تغییر میتیم یا اصلاحش میکنیم. این صلاحیت در وجود هیچ 15 افغان نیست. ما 15 نفر در افغانستان با همی صلابت نداریم اصلا. ما تمام دستاورد ما پارلمان است، لوی جرگه افغانستان است، قانون اساسی است. تفاهمی که با طالب صورت میگیره باید از مجرای لوی جرگه افغانستان و از مجرای پارلمان افغانستان یا رد شود یا تصحیح شود یا قبول شود. و پیام آخری ما از نگاه جنگ به طالب است. اگر طالب به این فکر باشه که من در سر هر کوی افغانستان یک پسته میسازم، باز میرم به شلاق و کیبل امارت جور میکنم، این را باید درک کنن امکان ندارم. بیاین از ما بیاموزن. این وطن اقا کو داره، اقا دره داره، اقا تپه داره که چاره بر قدرت دگام که بیاین کلی کوها را امنیت شا گرفته نمیتونه. چی خواستایی که باز یک رژیم زیر دست پاکستان این کشور را بیاین امنیت شا بگیر. بیاین تفاهم کنیم. بیاین تفاهم کنیم سر چی؟ سر افغانستان. سر منافع افغانستان. آیا 40 سال کفایت نمیکنه که به این نقطه رسیده باشیم که زور یوتیلیتی و موثریت نداره؟ ما از سوال آقای مهدی طرفه نمیرم. ما از دید فکری به حیث فرد، تکرار میکنم، ما از دید فکری به حیث فرد ابدا که طالب آشتی نمیکنم. اما ما به حیث یک سیاست مدار، معاون یک تکت، واقعی بین استم. در واقع بینی طالب یک واقعیت است، ما حاضر هستم همراهش بشینم. از دید فکری تو لیت که ما طالب شوم یا طالب دموکرات شوم. و من الله توفیق.